ببین چون پرسپولیسی هستی میخوام اینو ازت بپرسم، تا حالا شده از دست نیما نکیسا هرس بخوری اون موقعی که بازی میکرد؟ من آقای نکیسا در واقع چون که همیشه ذخیره آقای عابدزاده بودن همیشه هرسم برای این بود که آقای نکیسا که انقدر خوبه، انقدر باانگیزه است، انقدر جوونه، الان خورده با آقای عابدزاده عقاب آسیا، این بنده خدا زیر سایه‌اش که من یه چیزی در تکمیل فرمایشات شما بگم. آقا این داستانیه ها، برای گلرا یه چیزی بهت بگم. خودتون قبول دارید نکیسا اینو؟ باعث افتخار منه این نیمکت نشینی. من اگر شما الان برید در اجتماع و از یک نوجوان تا یک پیرمرد و پیرزن سوال بکنید که دو تا دروازه‌بان تاریخ ملی و باشگاهی فوتبال کشور رو به لحاظ برتری نام ببر، قطعا یکیش همون کسیه که من افتخار نیمکت نشینیش رو داشتم. با افتخار نیمکت نشین کسی بودم که استادم بود، بزرگم بود و من خیلی دوست داشتم، خیلی تلاش کردم که بتونم میادینی رو برای خودم ثبت بکنم و این کارم کردم به لطف خداوند. اما اگر نیمکت کسی نشستم، نیمکت برترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال کشور زنده باد. زنده باد. بله، از همینجا سلام می‌کنیم به آقای عابدزاده، خانواده محترم. آره حتماً، حتماً که در واقع احمدرضا عابدزاده که در واقع هم سنگربان آبیا بوده، هم سنگربان قرمزا، حالا با توجه به اینکه پرسپولیسیه. ولی نیمای نکیسای عزیز، اینو جلوی خودت نمیگم، به هر حال میگن که یه رقابتی بین گلرها در یک تیم به هر حال وجود داره دیگه. اینکه شما رقیبت احمد رضای عابدزاده بوده و تلاشت برای این بوده که به اون جایگاه برسی و توی دروازه قرار بگیری و اسم نیمای نکیسا رو بتونی مطرح کنی، این خودش اصلا آقا من چیزی از چون میتونستی زیر سایه احمد رضا عابدزاده این اسم اصلا نیاد. یه چیزی یادم افتاد، اگر اجازه بدید بچه های پشت دوربین، من گوشی تلفن همراه هم رو اونجا گذاشتم، اگر ممکنه یه نفر اون گوشی رو خب یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن ببینید این تلفن همراه. آقا نیما رسید به دست ما. آره، اینو نشون بده. این تلفن همراه رو الان ملاحظه میکنید، یه گروه خانوادگی توی فضای مجازی که حالا من دیگه نمیخونم اسامی افراد رو، ولی آقا نیما به اتفاق پدر و مادر، خواهر و برادر، برادر که نه شوهر خواهر رو توی این گروه هستن دیشب توی یکی از برنامه‌های مناسبتی شبکه 5 احمد رضا عابدزاده و حمید استیلی به اتفاق تعدادی از ورزشکارا، من استاد اسدی رو هم دیدم که بله. حالا ازشون یاد می‌کنم. مهران غفوریان هم بود. احمد رضا عابدزاده یه کادوی رو میگیره از دست فرزندان خودش به مناسبت روز پدر و خب کادوی خیلی جالبی هم بود. خواهر گرامی آقا نیما پیامی رو برای ایشون میفرسته و در واقع اعلام میکنه که نیما ببین، یه همچین کادوی رو به احمد رضا عابدزاده دادن. نیما در پاسخ نوشته این تصاویر حس بسیار خوبی به من داد، همیشه قرار نیست که رقبا حس بدی به آدم بدن و گفته از یه سن و سالی به بعد رقیب ها برای آدم خاطره هستن، خاطره میشن. امیدوارم روزهای خوبی رو داشته باشه احمد رضا عابدزاده و سایش بالا سر فرزنداش باشه. این خیلی جالبه که دقیقاً این حس رو نیما داره منتقل میکنه و میخوام تقدم کنم یه پیامی پدر آقا نیما فرستاده، گفته آقا دست به کار شو، انشالله یه روزی برسه که ما شاهد فرزندان رو شما باشیم. گفته تا دیر نشده اصلا اینو بخش قرار بدیم. آقا از وضعیت تأهل چجوریه الان؟ فعلا که آقا دیگه اینجا بابا دستور اکید هم بله، یه چند وقتی هم هست که با مامان با من قرار سر همین مسئله دیر میشه.